برخی دیدگاه‌های به اصطلاح عارفانه درباره شیطان. همونطور که می‌دانید ما شیطان را ملعون و رجیم می‌دانیم. کسانی که اهل مطالعه‌اند و در کتاب‌هایی که به اصطلاح کتب عرفانی نامیده می‌شوند این مطلب را از زبان به ظاهر عارف می‌خوانند که در مورد شیطان این گونه اعتقاد دارند و می‌گویند شیطان برای این به آدم سجده نکرد که محو در توحید خدا بود و گفت خدایا من به خاطر عشق تو که یگانه‌ای نمی‌توانم بر آدم سجده کنم، ز عشقش سجده آدم نکردم که تا او سوی دیگر کس نکردم. یعنی تا خدا هست چرا سراغ غیر خدا برویم؟ میدانید شاعر این شعرها کیست؟ به احتمال زیاد نام او را شنیده ای. از کسانی که در قرن هفتم به عنوان عارف مطرح شده و این لفظ عارف چه مظنون واقع شده که به افرادی امثال شبستری اطلاق شده است. وی کتابی نگاشته که یک فصل آن متعلق به تعریف و تمجید از شیطان است. میگوید چنان هستی خود در عشق او باخت که از او بر سجده آدم نپرداخت، که شیطان طرفه موجودی چنان است که دست رد بی پروانگان است. یا میگویند اصلا میدانید چرا خداوند شیطان را خلق کرد؟ بدین خاطر که اجانب و اغیار را از درگاه الهی دور کند. از شیطان و کلبون فی باب حاضه دار لیستب ادم این حل اجانب و الاغیار. شیطان سعیست در خانه خدا تا اینکه اجانب و اغیار را از درگاه الهی دور کند. به قول وی شیطان سگ بیگانگیر است و فقط آنانی که موحد واقعی هستند می توانند عبور کنند. این پست مهم را خداوند به شیطان داده است. پس اگر چنین است باید دست شیطان را هم بوسید که خداوند جایگاه بالایی به او داده است. بنگرید شیطان چگونه این افراد را فریب داده که مطالب را به نام عرفان در مجامع و دانشگاه ها توسط افراد به ظاهر روشن فکر با همین طرز فکر تدریس کرده و در پایان نامه ها و رساله ها نیز بسیار از آن دفاع می کنند. اما همینجا پاسخ این سخنان را داده تا برای کسی شبهه ایجاد نشود. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند وقتی خداوند شیطان را خلق فرمود شیطان گفت من فقط به سراغ شیعان امیرالمؤمنین علیه السلام می روم و فرمودند فما یقصد فیها الا اولیاء انا. شیطان در دنیا کسی جز دوستان اهل بیت علیهم السلام را قصد نمی کند و در صدد به انحراف کشیدن و دوری آنان از درگاه خداوند است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند می خواهد آنان را از ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باز دارد. حال آیا می شود گفت او کسی است که بیگانگان و اغیار را دور می کند؟ هرگز چنین هرگز چنین نیست.